این بار نخست نیست که شماری از مقام‌های حکومت پیشین بر تجدید نظر روی مدیریت ارگان‌های امنیتی کشور تاکید می‌کنند. پیش از این شماری از اعضای شورای ملی ضعف مدیریت مسئولان ارگان‌های امنیتی را از علت‌های افزایش ناامنی‌ها در کشور عنوان کردند. یک تازی حکومت وحدت ملی مملکت به قهقرا برد، این کشور به مصیبت برد و اگر ملت بیدار نشه این مصیبت زیادتر میشه، این مشکلات زیادتر میشه و خدا نخواسته به یک روز میرسیم که باز رای برگشت نمیداشته باشیم. این سیاسیون با انتقاد از مدیریت ارگان‌های امنیتی از حکومت می‌خواهند که در راهبرد جنگی و چگونگی مدیریت ارگان‌های امنیتی تجدید نظر کند و افراد مسلکی را در مدیریت ارگان‌های امنیتی بگمارد. اما آیا ضعف رهبری در دولت هم ملامت نبوده؟ آیا دلیلش مداخلات بی جای در ارگان‌های امنیتی نبوده؟ آیا بی جای ارگان‌های امنیتی ما را سیاسی ساختن نبوده؟ در همین حال شماری از اعضای حزب اسلامی با انتقاد از عملکرد گروه طالبان میگویند که افراد این گروه با مردم افغانستان می جنگند و با خارجی ها مذاکره می کنند. همچنانی که ما به تحریک طالبا متواضعانه عرض می کنیم که شما وقتی با خارجی ها می جنگیدید برای ما قابل درک بود که تقاضا بکنین که مذاکره در رابطه با افغانستان با خارجی ها بکنین، ولی قابل درک نیست که شما جنگ با افغان بکنین مذاکره را با خارجی ها بکنین. این برای ما قابل درک نیست و قابل فهم نیست. وقتی با افغان می جنگین باید با افغان مشکلاتتان را مطرح بکنین. این سخنان در حالی مطرح می شود که ناامنی ها در کشور به ویژه در ولایت های شمالی گسترش یافته است. سقوط چندین ولسوالی در ولایت بدخشان و کندوز از علت‌های ضعف مدیریت جنگ در این ولایت‌ها گفته شده است.